غرور داره. درست. از جناب آقای دکتر مخبر و همکارانشون تشکر میکنم. من در جلسه ای در ستاد اجرای حضور داشتم که میدیدم، گزارش داشتم میدادن همکاران آقای مخبر چقدر ایشون با حساسیت با وسواس داشتن پیگیری میکردن، مراحل مختلف رو با دقت تمام طی کردن، استانداردها رو در واقع رعایت کردن، گواهینامه رو گرفتن و الحمدلله این موفقیت بزرگ حاصل شد. الحمدلله. آقای باقری عزیز، ما متاسفانه در کشورمون یک جریان در واقع تحقیر ملی وجود داره که قائل به این هست که ما نمیتوانیم، قائل به این هست که ما همه چیمون رو باید وارد کنیم و برای وارد کردن و مصرف کردن چاره‌ای جز حاشیه زیستی قدرت ها نداریم. و به خاطر همین وقتی شما تصورت این شد که باید برید حاشیه زیستی قدرت ها رو بکنید، اون وقت حاضر میشید که از عزتتون، از غیرتتون، از همه چیتون بگذرید، امتیاز بدید، قدرتتون رو واگذار کنید، توانمندیاتون رو، داشتهاتون رو، بلکه خاکتون رو واگذار کنید که در واقع بلکه بتونید بدون زحمت در حاشیه قدرت ها زندگی کنید. این جریان از زمان مشروطه تا الان در کشور ما فعال هست، جریان واداده ای که تمام تلاش خودش رو میکنه، اما متاسفانه توانمندی های رسانه ای هم دارن جنجال میکنن از خارج از کشور، خارج از مرزها، همان جریان در واقع استعماری که سودش در این هست که ایران وابسته بهش باشه، در واقع با این جریان داخلی شراکت میکنه، جریان های ایجاد میکنن، موج های ایجاد میکنن، فضاسازی های ایجاد میکنن تا در عرصه فرهنگی ما احساس وادادگی کنیم و هیچ چیز بالاتر از این احساس تحقیر و احساس ذلت مقدمه ای برای سلطه نیست. یعنی اول در شما تحقیر میکنن شما رو، در شما احساس ذلت رو ایجاد میکنن، بعد این مقدمه سلطه است. مبارزه با این جریان کار شما هست آقای باقری، کار صدا و سیما هست. الحمدلله خوب دارید زحمت میکشید، من از شما تشکر میکنم. ما تونستیم، شما دیدید دیگه، توی این ایام آمدن به دروغ گفتن که واردات در واقع واکسن ضروریه، محتاج FATF هستیم و به هر حال با فشار رسانه‌ای، با فشار روانی میخواستن کارشون رو درباره FATF هم تمام کنن. در حالی که هیچ ارتباطی هم بین این دو نبود، یعنی بعد از خرید بله مشخص شد که آقای نمکی که حوزه تخصصی وزارت بهداشت هست آمد اعلام کرد که هیچ ارتباطی نداره. بعدا مشخص شد که در واقع واقعا هم ارتباط نداشته. متاسفم که ما به آخر تحت این فشار بالای 200 میلیون دلار صرف خرید واکسن خارجی شده یا داره میشه. من خواهش میکنم از مسئولان دولتی با توجه به این افتخار ملی که کسب شده، حتما اگر این معامله انجام نشده جلوش گرفته بشه. به ملت ایرانم، من آدم صریحی هستم آقای باقری، من ملت ایران توصیه میکنم با توجه به گزارش هایی که از واکسن های خارجی دیدم اینه که این واکسن خارجی رو مصرف نکنن و من به خانواده من مصرف نخواهیم کرد. من با آقای مخبرم عرض کردم، گفتم که من آماده هستم که این واکسن رو تزریق کنم، اون تا متاسفانه چون کرونا گرفتم قبلا ظاهرا میگن بله این درد رو ما هم داشتیم.